به نام خداوند بخشنده مهربان شما را خوش آمدید میگیم به درس 162 مضمون ریاضی سنف ده در این درس به ادامه مبحث احسایه که ما شما جدیدا در فصل هشتم کتاب آغاز کردیم عنوان گراف ساقه و برگ را میخوانیم یعنی چی گونه یک گراف را میشه ما و شما تنظیم بکنیم که شکل ساقه و برگ را به خودش داشته باشد یا بگیم به اساس به شکل ساقه و برگ ما و شما گراف را بتانیم تنظیم بکنیم در اینجا گراف ساقه و برگ را برای ما شما در ابتدا تشریحات کرده و بعد چیزی که ما و شما نظر به این شکل میتانیم ببینیم اگرچه نقاشی شده بسیار و اصطلاح واضح بر ما شما مشخص میشه مشخص شدن برداشت ما و شما از شکلی است که در یک ساقه میشه ما و شما چندین تا برگ داشته باشیم یعنی در گرافی که میخواییم تنظیم بکنیم هم در قدم میشه یک تا ساقه یا یک تا مبنا وجود داشته باشه بعد دیگه به اصطلاح دیگه قسمت هایش به قرار داشته باشد یا مثلا دیگه قسمت هایش من حیث کمک کننده بر او مبنا باشد که در گراف ساقه و برگ پس ما شما یک مبنا داریم یا بگیم یک ساقه داریم و دیگه قسمت ها من شاخه ها یا من برگ ها او اضافه شد. گفتم ما در دنیای از اعداد زندگی میکنیم هر شخص به عنوان عضوی از جامعه کشور خود یک شماره مخصوص به خود دارد که به اندازه دیگر مشخصاتش مهم است آیا گفتم می توانید آن شماره آن شماره چی است آیا شما هم شماره خود را میدانید یا خیر برای به اصطلاح کشوری که ما و شما زندگی می کنیم هر شخص بر خودش یک شماره دارد که او شماره عبارت از نمبر تذکره ما و شما هست یعنی اگر ما و شما به با اصطلاح بریم تذکره بگیریم باید یا بگیم تذکره داشته باشیم هر کدام ما یک نمبر مستقل که نشان دهنده نمبر تذکره ما هست و طبعا از دو نفر این نمبر تذکره نمی باشه حالا میشه او تذکره الکترونیکی باشه یا او تذکره میشه چاپی کاغذی باشد هر کدامش که باشد دارای نمبرهای مسلسل هستند یعنی دو نفر دارای این شماره یا دارای این نمبر نمی باشد. پس به همین ترتیب کالای بحث شماره ها باز در شماره های تلفن امثال از اینا هم وجود داره اما در یک کشور بحثی که وجود داره نمبر هایی که برای یک شخص مختص و با اصطلاح مشخص شده عبارت از نمبر تذکره هست کالا میشه در نمبر پاسپورت و نمبر کد محصیلی و امثال از اینا در یک قسمت ها از این نمبر ها شما داشته باشیم اما میار یا مبنا برای نمبر تذکره هست که هر شخص داره یک نمبر مشخص است. در اینجا موشمک فعالیت داریم گفته اندازه قد 20 نوزاد که به طور تصادفی بر حسب سانتی متر انتخاب گردیده در جدول زیر داده شده 20 تا از نوزاد را اندازه قدش را به حساب سانتی متر به اصطلاح اندازه گیری کرده بعد گفته دیتای بالا را از کوچک به بزرگ مرتب کنید یک از جمله بحثایی که در احسایه خیلی زیاد مهم هست اول بحث تنظیم دیتا دیتاست یعنی ارقام را که ما شما داریم باید قام خود تنظیم بکنیم تا یک بفهمیم که از کجا شروع میشه ارقام ما و به کجا میرسه که مثلا در اینجا ما شما اگر کوچکترین عدد را دریافت کنیم فکر میکنم شاید امی عدد 40 سانتی متر باشه و بزرگترین هم حالا عدد 49 هست ظاهرا از 40 شروع میشه و تا به 49 را یعنی 20 نوزاد که به طور تصادفی قدشان اندازه شده از 40 سانتی متر تا به 49 سانتی متر طول قرشان بوده دیده می شود که در تمام این اعداد رقم 4 مشترک است می توان این ارقام را به این صورت نوشت ببینین در اینجا ما و شما رقم 40 را داریم بعد جمع 0 تا به 9 تغییر می آید. یا بگیم در ارقام ما و شما تغییر از صفر تا بنو نو هست حالا او چل که ثابت بر کلش داریم تغییر ارقام ما شما از صفر تا نو هست که صفر یک بار تکرار شده دو یک بار تکرار شده سه چهار بار تکرار شده پنج سه بار تکرار شده شش دو بار تکرار شده هفت سه بار تکرار شده هشت دو بار و نو بالاخره چهار بار تکرار شده که به این ترتیب ما و شما داریم گفته ارقام صفر الی نو هر یک چند مرتبه تکرار شده است که ما شما دریافت کردیم ارقام بالا را به این شکل میتونیم نوشته کنیم چطور میشه نوشته کنیم ببینیم یه ارقام را شما میشه به این ترتیب نوشته کنیم میشه اگر ارقام را با هم بخوانیم در او صورت چهار تنها نوشته کنیم بعد اگر با صفر خوانده شد چل میشه با دو نوشته شد چل و دو میشه با سه نوشته شد چل و سه میشه ولی اگر در حالت جمع نوشته کنیم در اون صورت باید چل رو با جداگانه نوشته کنیم تا جمع صفر که خود چل جمع دو شود چل و دو جمع سه شود چل و سه و بالاخره جمع نو شود چل نور برای شما تشکیل کنه پس در این صورت چار رو شما با اینا میخوانیم بلکه جمع نمیکنیم میگیم امرای هفت خوانده میشه و هفت،, و هفت،, و هفت،, و هفت پس از بین سه تا از بین 20 تا کودک یا بگیم نوزاد که وجود داشته سه تای از اینا دارای طول قد 47 سانتی متر بوده اگر شکل اعداد بالا را با زاویه 90 درجه به طرف چپ دوران دهید یا خلاف اقربی ساعت ما شما دوران بتیم این شکل مشابه به کدام گراف خواهد شد مشابه به شکل گراف ساقه و برگ خواهد شد که ما شما در موردش عالم میخوانیم گفته دیتا به طور معمول به صورت اعداد می باشد از این اعداد طوری که در فعالیت بالا مشاهده کردید می توان گراف را تشکیل داد که این گراف را به نام گراف ساقه و برگ یاد می اگر این گراف را به زاویه 90 درجه به طرف چپ دوران دهیم گراف میلایی که ما و شما قبلا خوانده بودیم شکل مستطیلی را به خودش می گرفت به او ترتیب به اصطلاح تشکیل میشه شه به طور نمونه اگر دیتای بین 0 تا 100 قرار داشته باشد میتوان مقدار مانند 37 را به ساقه 3 و برگ 7 تقسیم نمود یعنی 3 من حیث ساقه و 7 من برگ قرار دارد در مثال قبلی هم که ما و شما داشتیم در اونجا چون عدد ما و شما بین 40 تا 49 بود بنان خود چار من ساقه و اعداد از صفر تا به نور من حیث برق قرار داشتن گراف ساقه و برق برای دیتایی که تفاوت کوچکترین و بزرگترین دیتا از نظر تعداد رقم ها اندک باشد مناسب است یعنی ما و شما ارقام را اگر کم کم به اصطلاح تغییرات دا اونا داشته باشیم گراف خوبتر بر ما و شما گراف ساقه و برگ هست که میشه برش رسم بکنیم یعنی فعلا ما و شما در بحث مربوط به اسایه سایه که ارقام را چه قسم سورت کنیم یا بگیم تنظیم بکنیم بعد بعد از اینکه ارقام را تنظیم کردیم چگونه میشه نظر به ارقام بعد است آمده ما شما شکل رسم بکنیم و یا بگیم ارقام خود را به صورت اشکال نشان بدیم که حالا میشه به صورت گراف میلایی باشه به صورت جدول کسرت باشه یا میشه به صورت گراف ساقه و برگ باشد که در اینجا ما شما داریم من مثال بر ما شما گفته در یک کتاب فروشی از 20 نوه کتاب که تعداد هر کدام در جدول زیر تذکر داده شده است موجود است گراف ساقه و برگ را برای این دیتا ترسیم کنید در اینجا ما و شما ارقام را داریم برای 20 تا کتاب که البته هر کدام گفته در این کتاب فروشی که ما 20 نوه کتاب داریم هر کدام در جدول زیر تذکر داده شده است گراف این را ما و شما به صورت ساقه و برگ می تنظیم بکنیم یعنی 20 نوع کتاب داریم و از 20 نوع کتابی که ما و شما داریم از هر کدامش چند تا به اصطلاح وجود داره پس ما و شما نظر به چند تا کتابی که وجود داره نظر به اون میشه گراف ساقه و برگ را تنظیم بکنیم واضح است که ارقام اول طرف چپ دیتا اعداد یک، دو، سه، 4, و پنج و شش هستند که این مقادیر را برای ساقه در نظر میگیریم اما دیتای مربوط به هر شاخه آن را در جلوش یا بگیم در پیش آن می نویسیم که گراف به این ترتیب یا بگیم به این شکل تنظیم میشه حالا ببینید در اینجا یک کمی اگرچه به اصطلاح در اینجا ای برگ آمده بین عدد یک و پنج داشته شده اما در قدرت عدد صفر یک و پنج است و در اینجا در پلوی ساقه عدد یک نوشته شده عددی که ما و شما داریم شروع تعداد کتاب های ما از ده تا به شست پنج هست یعنی میشه ما و شما بین ده که عدد یک را شامل میشه تا به 20 را که بازم عدد یک است یعنی ده یازده دوازده بالاخره تا 19 از طرف چپ اولین عددش یک است و به می ترتیب به 20 هم که برسیم تا به از طرف چپ اولین عددش دو هست بالاخره به اصطلاح 60 که برسیم تا به 65 و پنج اولین عدد شش است پس ما و شما در اینجا از عدد یک تا به شش را ای عدد هایی که در سمت چپ داریم و تکرار بیشتر را داره یا بگیم اصل عدد هست یعنی ما و شما در خانه رقم سی تا به را در نظر بگیریم سی و یک، سی و دو، سی و, سی و سی، بالاخره تا سی و را ما و شما از سی تا سی را کلش رقم اولش را با اصطلاح عدد سه را داریم پس در حقیقت ساقه عدد سه در نظر گرفته میشه پس به این ترتیب از عدد یک تا به عدد شش را میشه ما و شما من ساق ساقه در نظر بگیریم که در اینجا ما و شما داریم یک، دو، سه، چهار، و بالاخره تا شش در. بعد برگ های از اینا چی هستن؟ یعنی در امو ساقه یا بگیم در همون محدوده چند تا عدد وجود داشته از یه شما فهمیدن میتونیم در ساقه از یک تا ب... از ده تا به بیست را سه تا عدد وجود داشته ده بوده یازده بوده بعد 15 بوده یعنی یک رم رای صفر میخوانیم یک رم رای یک میخوانیم و یک رم رای پنج میخانیم پس ده یازده و 15 بوده به همین ترتیب برای دو بیست و سه بیست و, و بالاخره بیست و هشت، سه تا عدد یا بگیم سه تا کتاب در ای محدوده وجود داشته بعد به می ترتیب برای سی که 38 است دو بار سی و آمده و دو بار هم و آمده برای چل هم به اصطلاح یا بگیم در خانه چل هم چل، 40 41 چار، 45 46 46 به می ترتیب آمده و بالاخره در خانه 50 سه تا بوده و در خانه 65 یا بگیم در خانه شش اصلا یکی بوده که فقط 65 وجود داشته اگر ما و شما صفحه کتاب را تحت زاویه 90 درجه خلاف اقربه ساعت دوران بتیم در این صورت شکل گرافیک بعد اسمه شکل گراف میلایی خواهد بود برای ما و شما که در اینجا ببینید شکل گراف میلایی تشکیل شده این باز نشان دهنده چی است برای ما و شما نشان دهنده کسرت هست و به می ترتیب هم نشان دهنده محدوده است که ما و شما در اینجا داریم یعنی کسرت در اینجا در خانه رقم از یک تا 20 ما می‌بینیم 3 تا 1 2 3 به همین ترتیب در خانه رقم 20 به با بالا تا به سی را بازم سه تا یک دو سه در خانه مثلا 40 تا به 50 را میبینیم که به همین ترتیب در اینجا یک دو سه چار پنج شش تا شش تا به اصطلاح عدد در اینجا وجود داشته پس گراف ساقه و برگ اگر ما و شما به شکل زاویه 90 درجه دوران بتیم گراف دومی یا بگیم شکل دیگه ای که از گراف بر ما و شما بعد شکل گراف میلایی خواهد بود مثال دوم را داریم گفته در یک امتحان ریاضی نتایج زیر از شاگردان یک صنف بدست آمده است آمده است گراف ساقه و برگ را برای این دیتا ترسیم نماید شاگردان امتحان دادن بعد با اصطلاح اینی نمراتشان هست از 25 نمره گرفته و با اصطلاح بگیم پایین ترین نمره ما 25 است بلند نمره ما 72 است که البته در اینجا ارقام یا بگیم نمره هایی که شاگردان در امتحان گرفتن اونها هم لیست شده 25 اولین نمره است به این ترتیب بعد از نمره بلندتر 45 است بعد از 46 است بعد از سه 3 نفر 50 ها گرفته به این ترتیب پنج نفر پنج گرفته یک نفر پنج و گرفته دو نفر یک نفر پنج و دو نفر پنج و دو نفر ش دو نفر یک نفر شصت و یک نفر شصت و یک نفر شصت و هفت یک نفرم هفتاد دو نمره گرفته پس به این ترتیب اگر ما و شما برای سن خواسته باشیم که با اصطلاح ارقامش تنظیم بکنیم میشه گراف ساقه و برگ را به این ترتیب ما و شما برای سن یا بگیم برای نمرات شاگردان تنظیم بکنیم اولین نمره که وجود داره پایین 25 است بعد از او در خانه سه ما و شما یعنی در خانه سی نمره که از سی تا به چل شامل شود کس نمره نگرفته بنابراین پیشش پس اما تو با اصطلاح صفحه باقی میمانه چیز نوشته نمیکنیم بین چل تا پینجا دو نمره است که چل و پنج و چلو شش هست از پنجاه تا به شست را چند شاگرد به نمره گرفته؟ به این ترتیب ما شما ببینیم در اینجا یازده شاگرد میشه سه شاگرد پینجا گرفته سه شاگرد دیگه البته 5 شاگر دیگه 55 گرفته که 5 سه 8 جاوه یک شاگر دیگه 57 گرفته دو شاگر دیگه 58 گرفته که مجموعا 11 تا شاگرده نمره بین 50 تا به 60 رو گرفتن که از 50 شروع تا به 58 رو میشه و به امی ترتیب از 60 یا بگم در خانه 60 که 62 نفر گرفته 62 یک نفر 65 گرفته یک نفر و 67 هم یک نفر نمره گرفت تا بالاخره بلندتر نمره هم که 72 است در خانه 70 و این ترتیب ما شما داریم پس در اینجا خود ساقه چی است خود ساقه همین خانه 20 و 30 و بالاخره تا به 60 هست و برگ ها چی است اعدادی که در بین ساقه ها وجود دارند میفهمیم که از 20 تا به 30 هر عدد که وجود داشته باشد برگ ساقه بین 20 تا 30 است از 30 تا به 40 هر عددی وجود داشته باشد برگ بین ساقه سی تا به 40 هست و بالاخره از 60 تا به 70 را خود ساقه عدد 60 هست و برگ هایش میتونه هر عدد بین 60 تا 70 باشد که در اینجا ما شما داریم و اگر این ما و شما تحت زاویه 90 درجه دوران بتیم در اینجا میبینیم گراف ساقه و برگ ما و شما به شکل گراف مستطیلی که از قبل امروش آشنایی داریم در جدول کسرت هم خانده بودیم به امون ترتیب بد اسم یا بگیم به امون ترتیب حاصل میشه در اینجا تمرین داریم در تمرین گفته برای دیتای زیر گراف ساقه و برگ را رسم کنید که در اینجا دیتایی که ما و شما داریم 7.9, 8.3, 10.9 و به همین ترتیب یازده اعشاریه هفت هشت اعشاریه چهار نو اعشاریه یک شش اعشاریه هشت و بالاخره یازده اعشاریه دو 7 هشت دوازده یازده اعشاریه سه 8.4، 13 و 6.8 است چی کار باید بکنیم تا گراف ساقه و برگ برای شکلی که ما و شما داریم تنظیم شده بتانه یا بگیم بتانیم که گراف ساقه و برگ را برای شکل مورد نظر خود تنظیم بکنیم اول بحثی که وجود داره کوچکترین عدد مورد نظر را دریافت میکنیم و بزرگترین عدد مورد نظر را دریافت میکنیم از کوچکترین تا به بزرگترین عدد که ما و شما داریم اعداد خود را تنظیم میکنیم کالا ظاهرا در اینجا کوچکترین عدد ما و شما 6.8 معلوم میشه و بزرگترین عدد ما و شما 12.5 است که به این ترتیب ما شما بزرگترین عدد را 12.5 داریم پس اول 6.8 را نوشته میکنیم از سمت چپ بعد از او به همین ترتیب بازم 6.8 تکرار آمده عدد بعدی که داریم فکر میکنم 7.8 است بعد از او 7.9 است بعد از او 8.3 است بعد از 8 اشاریه 4 8 اشاریه 4 و به همین ترتیب ما و شما اعداد بعدی که داریم 9 اشاریه 1 و به همین ترتیب عدد بعدی که داریم 10 اشاریه 9 و به همین ترتیب تنظیم کردن میریم تا به عدد چند را تا به بزرگترین عدد را که عبارت از 12.5 باشه بعد در اینجا برای شما یک هم کرده گفته در اینجا به خاطر کار شما ساده شود و یک مقدار با اصطلاح آنفهم شود چی کار کنین؟ عدد 83 را به صورت 083 عدد 11.2 را میشه به صورت 112 نوشته کنین یعنی در اینجا ما و شما عددهای مورد نظر خود را میشه ضرب ده بکنیم تا از حالت یک خانه اشاریک داشتیم خلاص شوه بسیار با بس اصطلاح با سهولت بتونیم که اعداد را دریافت کنیم اگر چی با خود اشاری هم اگر شما کار کنین مشکل نخواهد داشت ولی اگر در اشاریه کم مشکل داشته باشین باز میشه کلش از ضرب ده بکنین در آخر جواب مورد نظر را بازم ضرب ده بکنین جواب ما شما یا بگیم تقسیم ده بکنین در آخر پس در حالت اولی خود برمیگرده اما در اینجا ما شما یه اعداد را میشه تنظیم بکنیم بعد اولین عدد را که از سمت چپ داریم اون نشان دهنده ساقه است بعد اعداد سمت راست نشان دهنده برگ است یعنی ما شما در اینجا مثلا شما فرض کنین که 112 هست میشه ما و شما در اینجا عدد 100 را من ساقه داشته باشیم و 12 را من برگ داشته باشیم که به این ترتیب تا به آخر تنظیم میشه اگرچه در این قسمت هم که ما و شما داریم میشه باز در اینجا میشه به اصطلاح عدد اولین رو ما و شما من ایس ساقه داشته باشیم بعد از اشاری رو میشه من ایس برگ داشته باشیم که تنظیمش بر ما و شما ساده تر میشه پس به اون ترتیب لیست میکنیم بعد از لیست ما و شما دریافت میشه گرافیک اعداد به اصطلاح اصلیشان من حیث ساقه و اعداد فرعی که مثلا 23 که میگیم 20 اصلی هستش فرعی هست یا مثلا وقتی 35 میگیم 3 اصلی است و 5 فرعی است 3 من حیث ساقه هست و 5 من برک وجود داره پس به این ترتیب میشه اعداد رو ما شما لیست بکنیم بعد وقتی ما شما اعداد رو لیست کردیم جواب ما و شما کسرت هایی که تنظیم شد کلشان نشان دهنده گراف ساقه و برگ خواهد بود گراف ساقه و برگ زمانی بر ما شما مناسب هست که تفاوت بین اعداد کمتر باشه یا تفاوت بگیم بین اعداد بسیار زیاد نباشد پس به این ترتیب درس امروز ما و شما هم در همین جواب پایان میرسه امیدوار هستم که درس خوب یاد گرفته باشین تا یک درس بعدی از مضمون ریاضی سنف دهم ده همه شما را بزرگ به خداوند بزرگ بنیاز موفق باشید